نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روزهای دوشنبه و سهشنبه 22 و 23 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست‌ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با حکم روزه مسافر در ماه مبارک رمضان فرمودند: مسافر اگر قصد کرد که 10 روز یا بیشتر در جایی بماند میتواند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، به شرط آنکه یقین داشته باشد که حداقل 10 روز در آنجا میماند. اما اگر در اثناء آن 10 روز از آن به شهری دیگری رفت، در زمان برگشت باید مجدداً قصد 10 روز کند تا بتواند روزه بگیرد، در غیر این صورت نمیتواند روزه بگیرد. معظم الله با اشاره به اینکه 4 فرسخ شرعی معادل 22.5 کیلومتر است فرمودند: سفر نزد شارع 8 فرسخ است و زمانی سفر صدق پیدا می کند که مسافر یا 8 فرسخ را به صورت مستقیم طی مسیر کند و یا 4 فرسخ مسیر را برود و 4 فرسخ آن مسیر را بازگردد که در مجموع 8 فرسخ می شود. چه آن 4 فرسخ در میان شهر دیگری باشد و چه در صحرا و بیابان باشد و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد. ایشان در ادامه فرمودند: اگر فرض کنید بین 2 شهر یا 2 روستا 2 یا 3 فرسخ فاصله است، در چنین شرایطی سفر شرعی محقق نمی شود، لذا اگر انسان از آخر آن شهر یا آخر آن روستا خارج شد و 22.5 کیلومتر مسیر کرد و مجدداً 22.5 کیلومتر همان مسیر را برگشت، سفر او محقق شده است. با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم. یعنی من این 22.5 رفتم نمیتونم اونجا روزم بشکنم یا نمازم شکسته بخونم. چرا؟ شما اگه بخوای 22 کیلومتر و نیم بری و برگردی 22 کیلومتر و نیم، قبل از که به 22 کیلومتر و نیم بری در حد ترخص میتونی روزتو بشکنی و نمازتو شکسته بخونی. اسمش حد ترخصه. یعنی 22 کیلومتر و نیم بخواید بری تو برگردید که میشه 8 فرسخ که شرعاً سفره. شما وقتی رفتید 3-4 کیلومتر که رفتید به جایی که دیگه صدای ازون این شهر یا روستا رو نشنوید، نه ازونی که تو بلندگو میگن، ازونی که انسان به زبونش میگه، و دیوارای شهر رو نبینه، دیوارای روستا رو نبینه، نه دیوارای عمارت چند طبقه، دیوارای عمارت 1 طبقه یا 2 طبقه. از همونجا اگه خواست نماز بخونه، نمازش شکسته است، از همونجا میتونه روزش رو بخوره قبلی که به 22 کیلومتر و نیم برسه. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان 4 مردان، کوچه 6، رأس ساعت 10:45 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه ایمان حسین علیه السلام، ماهواره 1100، فرکانس 12073 بیننده این نشست علمی باشید.